تولید داده های تصادفی. گاهی پیش میاد که ما یک سری داده داریم و میخوایم از بین این داده ها تعدادی رو به صورت تصادفی انتخاب کنیم که هیچ شرط خاصی هم ممکنه نداشته باشه. برای این کار نرم افزار مینیتاب امکانی رو فراهم کرده که با استفاده از اون ما میتونیم داده هامون رو اگه در پنجره ورکشیت وجود داشته باشه به صورت تصادفی انتخاب کنیم و یا با استفاده از توضیحهای اون داده ها رو انتخاب کنیم. داده های تصادفی رو میتونیم از منوی کلک و قسمت رندوم دیتا داشته باشیم که همونطوری که در اینجا مشاهده میکنیم وقتی که روی رندوم دیتا موس رو قرار میدیم لیستی باز میشه که در اون انواع توضیحهایی که ما میتونیم با استفاده از اون داده های تصادفی رو ایجاد کنیم وجود داره. برای مثال توضیح نرمال، توضیح برنولی، توضیح پواسون و بقیه توضیح ها. همچنین با استفاده از سمپل فرام کارمز ما میتونیم داده های تصادفی رو که در پنجره ورکشیت از قبل داده های وجود داره از این قسمت ایجاد کنیم. از طرف ما میتونیم همون مجموع مقادیر تصادفی رو هم با استفاده از ست بیس با قرار دادن یک نقطه شروع برای تولید اعداد تصادفی برای زمانی که داده تصادفی تولید میکنیم ایجاد کنیم. برای آشنایی بیشتر با این قسمت ها و اینکه چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده من مثال هایی رو در اینجا میارم تا با اونها بیشتر آشنا بشیم. در این قسمت من اسامی 10 نفر رو وارد کردم و میخوام از بین این 10 نفر 5 نفر رو به صورت تصادفی انتخاب کنم. برای این کار وارد منوی کلک میشم و از قسمت رندوم دیتا عنوان sample from columns رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون داده های من در ابتدا در پنجره ورکشیت وارد شدن و من الان میخوام نمونه هام رو از ستون ها ایجاد کنم. وقتی sample from columns رو انتخاب میکنم از قسمت random data در اینجا کادر محاوره‌ای مربوط به اون باز میشه که در ستون سمت چپ اگر داده رو وارد کرده باشیم در این قسمت نمایش داده میشه که الان نمایش داده نشده. چرا؟ چون قسمتی که مربوط به نمایش این داده ها هست هنوز فعال نشده. در قسمت سمت راست number of rows to sample رو داریم که در اینجا تعداد ردیف هایی که ما میخواییم نمونه داشته باشیم رو وارد میکنیم. یعنی این که ما در اینجا 10 تا داده رو وارد کردیم که من برای نمایش بهتر اون این پنجره رو میبندم تا بتونم پنجره ورکشیت رو کامل داشته باشم. 10 تا داده رو وارد کردیم. این 10 داده در 10 ردیف این پنجره قرار گرفته و یک ستون C1 رو شامل میشه. و اگر من بخوام 5 تا داده رو به صورت تصادفی انتخاب کنم بنابراین باید در ستون دیگه 5 ردیف رو اشغال کنه. برای این منظور من میام در قسمت کلک رندوم دیتا و سمپل فرام کارمز رو مجددا انتخاب میکنم و عدد 5 رو وارد میکنم. در قسمت فرام کارمز باید مشخص کنم داده هایی که من میخوام از اونجا تعداد داده تصادفی رو بردارم چه ستونی هستش و اسم اون چیه. وقتی که در این کاد کلیک میکنم در قسمت سمت چپ ستون یا ستونهایی که من داده ها رو وارد کردم با اسمشون اگر برای اون نامی رو قرار دادم وارد میشه. با دابل کلیک کردن ستون مورد نظر رو در اینجا معرفی میکنم. در قسمت Store Samples In من باید مکانی که میخوام این داده ها در اون ثبت بشه رو وارد میکنم. این عنوان میتونه که خود آیدی ستون ها باشه یا یک اسم براش در نظر بگیرم و یا میتونم این داده های خودم رو در یک عدد ثابت ذخیره کنم که قبلا گفتیم که با حرف کا شروع میشه و کایه، کادو و الاخر نامگذاری میشه. در اینجا من میخوام نتایج در ستون C2 و با نام sample from name ذخیره بشه. در اینجا من اوکی میکنم تا نتیجه رو در ستون C2 ببینم. در اینجا مینیتاب یک اروری به من میده، میگه که مکان یا مکانهایی که من میخوام نمونه رو ذخیره کنم ستونه یا چند تا ستونه، این رو برای اون مشخص کنه. اوکی میکنم تا کادر مربوط به وارد کردن اطلاعات برای من مجددا نمایان بشه که ببینم اشکال کار در کجاست. مشکل در قسمت ذخیره داده ها بود، یعنی این قسمت استور سامپل این. در بخش قبلی گفتیم که اگه ما بخوام یک نامی رو به یک ستون اختصاص بدیم و اون نام یک رشته متنی باشه و شامل کلماتی باشه
هستن که بین اونها فاصله هست، باید اون رشته متنی رو داخل کوتیشن قرار بدیم که این رو به صورت یک رشته متنی شناسایی کنه مینیتاب و فقط برای یک ستون اون رو تعریف کنه و بعد اوکی میکنم. و به این ترتیب میبینیم که نام اون در ستون 32 به اسم sample from name قرار گرفته که این داده ها رو مینیتاب به صورت تصادفی در این قسمت برای ما چاپ میکنه. روش بعدی که میتونیم داده های تصادفی داشته باشیم با استفاده از توضیح ها هستن. تصور کنید شخصی میخواد چند تا ستون از داده های تصادفی نرمال رو تعریف کنه تا بتونه تنوع در یک فرایند رو مشخص کنه. چون داده های تصادفی از نوع نرمال هستند، وارد منوی کلک میشیم و از قسمت رندوم دیتا مورد نرمال رو انتخاب میکنیم. در اینجا کادر مربوط به اون باز میشه که عنوان نرمال دیستریبیوشن یا توزیع نرمال برای اون مشخص شد. در قسمت سمت چپ ستون وجود داره که اگه از قبل داده های رو وارد کرده باشیم در این قسمت نمایش داده میشه. در قسمت سمت راست number of rows of data to generate مشخص میشه، یعنی تعداد ردیف هایی که ما میخوایم این داده ها در اون قرار بگیرن و باید در اینجا مشخص کنیم که در اینجا من برای مثال 30 رو وارد میکنم. در قسمت بعد store in column یا store in columns رو داریم، یعنی این نتایج در یک ستون ذخیره بشه یا در تعدادی ستون ذخیره بشه که در اینجا من میخوام نتایج در 5 تا ستون با آیدی های C1 C2 C3 C4 و C5 ذخیره بشه. فرایندی که مد نظر اون شخص هست میانگین 10 برای اون مشخص شده. در اینجا در قسمت مین که همون میانگینه من عدد 10 رو وارد میکنم و در قسمت بعد که استاندارد دیویشن یا همون انحراف معیار هست برای این شخص 2 در نظر گرفته شده و اون شخص انحراف معیار 2 رو به دست آورده. در اینجا اطلاعات مربوط به وارد کردن توزیع نرمال برای اینکه ما داده های تصادفی رو بر اساس توزیع نرمال داشته باشیم تموم میشه. در نهایت اوکی میکنم تا لیستی از داده هایی که با استفاده از توزیع نرمال ایجاد میشه رو داشته باشم. پنجره ورکشیت رو بزرگتر میکنم تا اشراف بیشتری نسبت به داده ها داشته باشم. همونطوری که میبینیم داده ها در ستون های C1 C2 و C3 و C4 و C5 ذخیره شدن و من تعیین کرده بودم که داده ها در 30 ردیف نمایش داده بشه و میبینیم که در 30 ردیف داده ها ایجاد شده و به صورت تصادفی ما این میزان داده رو داریم که میتونیم بر اساس هدفی که داریم از اون داده ها استفاده کنیم. اگر بخوام این داده ها رو در برنامه دیگه ای داشته باشم و به صورت که در اینجا من وارد کردم در برنامه دیگه هم داشته باشم، برای مثال Word، باید وارد قسمت دیتا بشم و دیسپلی دیتا رو انتخاب کنم و در اینجا تعداد ستون هایی که میخوام نمایش داده بشه داده هاش رو مشخص میکنم. در اینجا تمامی ستون ها رو من وارد میکنم و بعد اوکی میکنم و میبینیم که در پنجره سشن این داده های تصادفی به این صورت وارد شدن که میتونیم از این قسمت منو لیست رو باز کنیم و مورد send to word یا send to powerpoint رو انتخاب کنیم و این داده ها رو در برنامه word یا powerpoint خودمون داشته باشیم. همچنین در این بخش گفته شد که ما با استفاده از set base هم میتونیم همچین توضیح های نرمالی رو داشته باشیم. برای مثال فرض کنین که یک استادی میخواد داده های تصادفی نرمالی رو داشته باشه به تعداد 50 تا و میخواد این داده های تصادفی از توزیع نرمال هم پیروی کنن. برای این کار در این قسمت میگه پایه‌ای که میخواین برای اینکه اعداد تصادفی یا داده تصادفیتون ایجاد بشه رو انتخاب کنید که در اینجا من از یک شروع میکنم و اون رو یک قرار میدم. اوکی میکنم، مجدداً وارد منوی کلک میشم و از قسمت رندوم دیتا، چون این شخص میخواست این داده های تصادفی بر اساس توزیع نرمال ایجاد بشه، نرمال دیستریبیوشن رو انتخاب میکنم تا برای من کادر محاوره مربوط به اون باز بشه. تعداد ردیف هایی که میخوایم این داده ها رو تولید بشه رو وارد میکنیم. 50 تا مد نظر
اون شخص بود. در قسمت اینکه داده ها در چه ستون یا ستون های ذخیره بشه، من تماما میخوام در ستون C1 ذخیره بشه و بنابراین C1 رو انتخاب میکنم. میانگین توزیع نرمال 0 هستش و انحراف معیار اون 1. اوکی میکنم و به این ترتیب داده ها رو از شماره 1 تا 50 به این شکل دارم. برای اینکه اگه تعداد داده های ما زیاد باشه و به راحتی ببینیم که آخرین داده در کدوم سلول یا ردیفی قرار گرفته، با استفاده از کلید ترکیبی صفحه کلیدتون یعنی کلید کنترل و اند انتخاب میکنید، همزمان فشار میدیم و آخرین ردیفی که داده ها در اون قرار میگیره مشخص میشه و مستقیما به اون ردیف هدایت میشیم و از این طریق میتونیم تمام داده ها رو کنترل کنیم. به این ترتیب در این بخش از آموزش با روش ایجاد داده های تصادفی و اینکه چجوری ما میتونیم این داده ها رو با استفاده از توضیح های مختلف داشته باشیم آشنا شدیم.